کوچ ایرانیان، با درود فراوان. هنوز در دوران قرنطینه ایم، اما ثبت تاریخ شفاهی این دوران کوچ بزرگ ما در اولویت کار ماست. ما امروز خوب می دانیم که حکومت جمهوری اسلامی به ملت ایران تحمیل شده است، چون شاهد بودیم که در سال 1357 جایگاه اجتماعی ملت ایران در سطح کاملا متفاوتی بود. هرچی بود، ملت در آن روزها خواستار آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی بیشتری بود. ولی آن چیزی را که در آن روزها شخص خمینی به عنوان حکومت جمهوری اسلامی به ما تحمیل کرد، به هیچ وجه با خواست ملت ایران مطابقت نداشت. به همین دلیل هم شما از روز اول این حکومت تا امروز شاهد شده اید که ملت در مقابل حکومت تحمیلی ایستاده است و مبارزه می کند. یادم است در چهارمین هفتهی که دولت زندیاد بختیار حکومت را در دست گرفته بود و سه روز بود که خمینی وارد تهران شده بود، دکتر بختیار در برنامه شب رادیو می گفت آن حکومتی که آقای خمینی از آن سخن می گوید برای همه ما ناشناخته است و کسی از محتوای آن اطلاع ندارد. مانند این که دیروز بود، من با خودم گفتم چطور چنین چیزی ممکن است؟ مگر نه اینکه ملت خواستار آزادی سیاسی بیشتر است و حاکم بودن بر سرنوشت خودش را طلب می کند؟ مگر خمینی آمده است چیز دیگری را به ما ارائه دهد؟ تازه او سه روز قبل گفته بود به آنچه که دارید و می دهم هم قانع نباشید، ما منزلت انسانی شما را هم بالا می بریم. پس قرار بر این بود که ما بیشتر از دوران شاه فقید به حق و حقوق مدنی بیشتری برسیم. فکر می کنم خیلی از هم‌میهنان هم در آن روزها چنین برداشتی داشتند. یا عده‌ای، یک شخصیت روحانی، یک مرد خدا آمده است که منزلت انسانی ما را بالا ببرد، بیشتر از آنچه که شاه به ما داده بود. به این گفته خمینی امروز ما میگوییم یک فریب تاریخی خانمانسوز. نگاه کنید که در 10 سال اول چه بر سر ما و مملکت ما آورد: کشتار سران تحصیل کرده ارتش، کشتار سیاستمداران با تجربه ما، جنگ و خونریزی، خفقان کامل، عقبگرد تاریخی، چپاول سرمایه‌های ملی و مصادره مال و جان ملت ایران به اسم واهی بنیاد مستضعفان. کشتند و خوردند و بردند و دزدیدند، درست مانند صدر اسلام و حمله اعراب. حال پس از گذشته حدود 42 سال می‌بینید که هدف از اعدام سران ارتش وفادار به کشور فقط برای این بود که خودشان راحت سرمایه کشور را بالا بکشند، چون ارتشیان ما که اجازه چنین کاری را نمی دادن، سیاسیون ما هم نمی نشستن تا چند ملا کشور را چپاول کند. به همین دلیل باید سپاه انقلاب جایگزین نیروی ملی می شد تا حکام به دوران رسیده و اوباش به حکومت رسیده بتوانند تمام سرمایه های کشور را بین خودشان تقسیم کنند. کافی است که به همین دادگاه‌های باسمه‌ای امروز آنها نگاه کنید و به گوشه‌ای از چپاول تاریخی این دوران پی خواهید برد. مانند همین دادگاه نمایشی معاون رئیس قوه قضاییه و دیگر سران حکومت قارتگر. و اکنون در 42 سال این حکومت که هیچ دست کمی از نوع خلیفه‌گری ندارد، چون همه قوای کشور را در دست یک فرد می‌بینیم، می‌بینید که رئیس قوه قضاییه با آن پیشینه جنایی و رئیس مجلس کنونی با سابقه جنایت و چپاول فقط یک رئیس جمهور از همین قماش کم دارد این رژیم تا چند ماه دیگر آن را هم به کرسی خواهد نشاند و در نتیجه با یک انتخابات نمایشی پرده آخر این نمایشی 42 ساله نیز به رنگ سیاه بیشتری مزین خواهد شد. Thank you.
خیال میکنیم ما در مملکتمون و در کشورمون صابخونه ایم، ما مستعجلیم. صابخونه کسی دیگه است. من نصف مرد ارث میبرم. تمام این قوانین در حقیقت انقلاب ایران به نظر من یک انقلاب بسیار مردانه بود، با ذهنیت مردانه پدر سالارانه به این معنا. بعد این سوال رو باید بکنیم از حکومتگران، از کسانی که حاکمن، که آقا چرا ما رو به اینجا کشوندید؟ چرا ما رو به اینجا کشوندید؟ ایران به هر حال از زمان آغاز انقلاب تا الان در دست اندازه، هنوز نتونست خودش رها بکنه. اگر بخوایم نقش نیروها و جریانات در نظر بگیریم، بله نقش خمینی از همه برجسته‌تر، مخرب‌تر بود به عنوان رهبر انقلاب. تمام این مسیر مسیر دینی هستش. در خانواده دین، در مدرسه دین، در کارخانه دین، در دانشگاه دین، در کوچه خیابان دین. خمینی آمده دو تا کار مهم به بدی کرد، یکی کشتار دست شده، یکی بهترین ارتشی داشت اونها رو نابود کرده. فسادی که در نتیجه این نوع رابطه در ایران به وجود اومده، خب فساد در ایران در دوره شاه یکی از مسائلی بود که انقلاب رو شکل داد، ولی اون فساد بازسازی شد در کشورهایی که به آزادی و دموکراسی رسیدن. عده‌ای بودن که مبارزه کردن، هیچ دیکتاتوری بدون مبارزه. من که فرانسوی نیستم، که من ایرانیم، من خودم یه آواره میدونم که خاکش از دستش گرفتن. اون چیزی که برای من شما مسلمه ممکنه به عمر ما نرسه، ولی این نظام ماندگار نیست، خواهد رفت. و من که گذر از جمهوری اسلامی نیاز به کوچکترین خشونتی نداره، چنان که تجربه های دیگر کشورها نشان میدن. این آمدن ترامپ باعث میشه که اون چهره انقلابی جمهوری اسلامی به کلی در هم بریزه. ما این سختی رو میکشیم ولی این نظام به در نظرسنجی هایی که اخیراً شده و من دو نمونه شو دیدم، 79% مردم میگویند این نظام باید بره. در 42 سال این حکومت تحمیلی، هر سه قوه حکومت مملکت آریای ایران در دست خلیفه امر علی خامنه‌ای و یا در آینده در دست فرزند ایشان قرار می‌گیرد. و جالب اینجاست که از ما ملت ایران نیز می‌خواهند که در انتخابات آنها نیز شرکت کنیم. نکته جالب‌تر این است که در بین ما کوچ‌کنندگان هم عده‌ای هستند که به پای صندوق رأی همین انتخابات می‌روند. بگذارید برای شناخت بیشتر از این نابسامانی فرهنگی به پاریس برویم، نزد دوست ارجمند دکتر جمشید اسدی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران، و نظر او را جویا شویم. با ما باشید. آقای دکتر اسدی، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه این فرصت پیش آمده و ما بتونیم مسائل روز رو با شما در میان بگذاریم. باز هم سپاسگزارم از فرصتی که به من میدید آقای لیموندی. خواهش میکنم. میدونید تا چند ماه دیگه انتخابات ایران تکرار میشه. حالا این رو خیلی یا انتصابات مینامند یا انتخابات به قول خود رژیم. ما در خارج از کشور نقش آنچنانی در این انتخابات نداریم. میخوام نظر شما رو بدونم در ارتباط با اینکه آیا واقعا میبایستی یه مقداری سهیم بشیم در این انتخابات، چون ما چهرهایی داریم در خارج از کشور که همیشه تایید میکردن انتخابات رو، رأی میدادن به جمهوری اسلامی، رأی میدادن به انتخاباتی که از طریق جمهوری اسلامی در خارج از کشور صندوقهاش ارائه داده میشد و مخالفین و موافقینی داره. من خاطرم است که اتحاد جمهوری خواهان که 15 سال پیش تشکیل شد و شما یکی از افراد 2004 بله بودید، بله 2004 دقیقاً، خاطرم است که در اونجا دیدگاه خاصی تثبیت شده بود برای انتخابات، ولی پس از اون یواش یواش گرایش‌های متفاوت آمد میان و بعضیا مخالفت می‌کردند. امروز هنوز شاهد هستیم که یه عده‌ای موافق هستند در همون چارچوب، یعنی باز تاکید بر این دارم که میبایستی درست مانند اصلاح طلبان داخل کشور میبایستی رای داد. دیدگاه شما رو میخواستم بدونم.
بله بله، اجازه بدید از همین مسئله اتحاد جمهوری خواهان که بدان اشاره کردید بیاغازم، چون در این حال نشان دهنده اون فضای عمومی است که در میان اپوزیسیون، دست کم اپوزیسیون خارج از کشور وجود داره. سال 2004 که این تشکیل شد همزمان بود با ریاست جمهوری سید محمد خاتمی که امیدی، به درست یا نادرست ولی در هر حال امیدی در دل بسیاری افکند که آنچه را که می‌خواستیم و برایش به پا خواستیم و انقلاب اسلامی از بین برد شاید بتوان آن را دوباره بازگرداند از طریق انتخابات. وقتی که همایش اتحاد جمهوری خواهان در سال 2004 در آلمان تشکیل شد در فضایی بود که بسیار امیدوار بودند آن گشایشی که در ایران صورت گرفته بود با ریاست جمهوری خاتمی با همین انتخابات و با همین امکانات اندکی که در جمهوری اسلامی وجود دارد بتوان استفاده کرد و این امکانات رو کم کم بیشتر و بیشتر کرد تا گذار به دموکراسی صورت بگیرد. اما تجربه ها به شدت و به سرعت نشان داد که حتی بالاتر از سقف مورد قبول و مورد شکیبایی جمهوری اسلامی بوده است حکومت خاتمی. یک مثال بزنم. ببینید آنچه را که امروز بسیاری از اصلاح طلبان به عنوان اصلاح طلبی در قدرت معرفی میکنن، یعنی آقای حسن روحانی، در حالی است که آقای حسن روحانی خودش هیچ و خودش رو اصلاح طلب معرفی نکرده و اصولگرا بوده است و خودش رو اصولگرا معرفی میکرده است. خب اینو الان به عنوان یک دستاورد اصلاح طلب ها مطرح میکنن، معرفی میکنن. یعنی از زمان آقای خاتمی نه تنها پیشرفت نکرده ایم بلکه به اینجا رسیده ایم که یک اصولگرا رو به عنوان اصلاح طلب پیشنهاد میکنن. خب این از این به بعد باعث همون شکافی شد که شما در پرسشتون بدون اشاره کردید. بعضی ها همچنین معتقد هستند که ما باید در این انتخابات شرکت کنیم و این انتخابات در بهترین حالت دستاوردشون این است که آن گزینه ای را که مقام معظم رهبری هوادار آن است ما به او رأی ندهیم، به کسی دیگری رأی بدهیم. و یک نظر دیگه ای که میگویند نه، این امکان اصلاحات در این شرایط در جمهوری اسلامی به پایان رسیده است و باید از جمهوری اسلامی گذر کرد. این در اتحاد جمهوری خواهانم اتفاق افتاده است. خب خیلی از کسانی که کم کم بر گذر از جمهوری اسلامی باور داشتن از اتحاد جمهوری خواهان جدا شدن، گیرم رابطه دوستی خودشون رو حفظ کردن همچون من، ولی روشن است که در این مورد نظر مختلف داریم و بسیاری کسانی دیگر هستند که باقی موندن گرد اون محور و کم و بیش، حالا البته امروز با تردید بیشتری، ولی کم و بیش شرکت در انتخابات در درون نظام ولایی رو میپذیرن و در اون مورد شکیبان، هرچند که حالا گویا مثل یک نقطه‌ای به اون آغاز شده است ولی گسست صورت نگرفته. بله، ولی به هر حال دیدگاه خیلی متفاوتی بین اصلاح طلبان حکومتی وجود داره و غیر حکومتی. در خارج از کشور شما اینو چگونه ارزیابی میکنی؟ بله ببینید، من از این اصطلاح استفاده میکنم، اپوزیسیون هموند نظام. بله این همیشه بله، و این اصلا قصدم بی احترامی و بی ادبی نیست، یک تحلیل است. اپوزیسیونن، یعنی یک مخالفتایی دارن، اما هموند نظامن، یعنی چارچوب فعالیتشون و کوشندگیشون چارچوب مورد پذیرش نظام ولایی است و بیشتر از اون نمیرن در اون مورد، حالا به هر دلیل خوب و بدی. چنانچه میبینید اشارتون به اصلاح طلبان وطنی بود، بسیاری از این اصلاح طلبان وطنی از نهادهای جمهوری اسلامی میخواهند که فضا را گشوده تر کنند، چون فعالیت خودشونو در چارچوب مورد پذیرش نظام میخوان و اگر این چارچوب کم باشه میگن بیشتر کن. خب این کل فعالیتشونه. اما کسانی هستن که هوادار گذر از جمهوری اسلامی هستن، مثل بنده کمترین. ما معتقدیم که در این شرایط فضای درون جمهوری اسلامی امکان اصلاحات رو دیگه نمیده،
سقف کارشون روحانیه. ما میتونیم از جمهوری اسلامی، از نظارت استصوابی، از ولایت فقیه، از حقوق ویژه روحانیون با مذاکره فراتر بریم، اما نمیتوانیم مذاکره بکنیم در مورد فعالیت در درون همچین چارچوبی. این اختلاف نظر اساسی است که در درون مرز یا برون مرز بین نیروهای مختلف اپوزیسیون تشکیل شده. فکر نمی کنم هیچگاه تا به کنون اینقدر شکاف میان این دو شفاف شده باشه. دیدگاه شما نسبت به آقای خاتمی چگونه است؟ مخصوصا اینکه اخیرا برادر ایشون را به زندان محکوم کردن با دلایل بسیار واهی. ایشون باز اخیرا مانند انتخابات قبلی از مردم خواستن که قهر نکنن با انتخابات. خب چه موقعیتی پیش میاره؟ 100% مخالفم. آشتی کنن با انتخابات که چه شود؟ خب به این پاسخ نمیدن که چه شود آن انتخابات. ببینید، انتخابات معنی دارد. شما میتوانید یک مرتبه در انتخاباتی که ایدئال نمیتونید شرکت بکنید به این امید که عوض بشود، ولی شرایط بدتر از گذشته شده است. شما از اون زمانی که آقای خاتمی انتخاب شده ببینید چه اتفاقاتی افتاده است. پایوران نظام یا در حصرن یا در زندانن، دقیقا. یا طبق شایعی که وجود داره حتی کشته شدن، مثل آقای رفسنجانی در این مورد. خب یعنی این انتخابات حتی پایوران نظام رو بر نمیتابد. و چگونه میشه؟ برای چه در انتخابات باید شرکت کرد؟ که چطور بشود؟ برای چه کاری؟ و چرا باید همیشه انتخابی که به مردم میدن انتخاب دو گزینه‌ای باشد که خود نظام صلاح میبیند؟ این است که من 100% با حرف آقای خاتمی مخالفم و تأسف میخورم که آقای خاتمی چنین موضع‌هایی میگیرن، چون ایشون نام نیکی داشتن که به سرعت اون نام نیکم از دست میدن. بله دقیقا شاهدش شدیم دیگه، که دقیقا شاهدش هستیم در این مورد. بله، ولی اجازه اگر میدید یک نکته دیگری هم بگویم که به قول فرنگی ها به لحاظ سیاسی درست نیست آدم اینو بگه، ولی خب اگر اجازه میدید تحلیلی که به نظرم میاد. خواهش میکنم. مقصر تنها آقای خاتمی نیست، مقصر نیز شهروندانی هستند که رأی میدهند و در این شرایط شرکت میکنند. خب این قصد من گله از کسی نیست، قصد من یک منطق تحلیل است. ببینید، من هوادار حاکمیت رأی مردمم، برای این مبارزه میکنم، اما حق بدون تکلیف نمیشود. نمیشود ما مبارزه بکنیم برای حق رأی مردم و مردم نسبت به این حق بی‌اعتنا باشند و آنجایی که رأی مهندسی شده است، رأی استصوابی است، رأی صلاح دید شده نظام جمهوری اسلامی است، شرکت بکنن و بعد بیان شکایت بکنن بگن چه وضعیه. مردم باید مسئولیت خودشونو در این مورد بپذیرن و قبول بکنن. لازم نیست که همه کوشنده سیاسی بشن، کوشنده اجتماعی بشن، همه زندانی بشن، همه تبعید بشن، همه بخشی از زندگی خودشون و عمر خودشون و سرمایه خودشون رو صرف این کار بکنن. اما اگر فکر میکنن از این شرایط راضی نیستن، من نمیدونم چرا باید در انتخابات شرکت کنن. بعد آقای دکتر آجودانی که به عنوان محقق تاریخ حتما شما میشناسید، ایشون تاکید بر این داشتن که تعجب میکنم از ملت ایران که چگونه این رژیم رو تحمل میکنه. در داخل کشور هم میبینید که هیچ لیدری وجود نداره، یعنی همین اعتراضات خیابانی بدون رهبری، همه چیز در غیبت دیگه. ببینید، همه چیز در یعنی همین اعتراضات در غیبت مفاهیم اساسی، در غیبت نهادهای اساسی. جامعه مدنی ایران بسیار بسیار ضعیف شده. در همین جامعه مدنی نیمبندی هم که داشتیم در سیطره حکومت اسلامی، روز به روز چی شده؟ ضعیف‌تر شد. ولی خب اگه از بیرون نگاه میکنیم که این مملکت این همه تظاهرات، باز این رژیم سر جاشه. بله. خب اون چیه که یک چنین رژیمی رو تو اون مرزها نگه میداره؟ اونجاست که من میگم که ملت ایران
و در رأسش بنیادهای فکری و نظری و سیاسی جریانهای فکری ایران باید مورد پرسش قرار بده. بدون تعارف باید این چیزا مورد پرسش قرار بده. اول باید یقه ملت ایران رو گفت تو چه جوری 40 سال یک چنین هیولایی رو بر سرنوشت خودت تحمل کردی؟ این ملت رو باید حرف زد. باید این ملت رو با زیر و بم ذهنش مبارزه کرد. اشارهشون درسته. میدونید به ویژه این شگفتی و تعجب ایشون به این لحاظ مشروع است و به جاست که در این حال ناراضی هن. ببینید در این حال نمیشه مردم معترض باشن به دخالت در زندگیشون، به بیکاریشون، به گسترش خط فقر، به گسترش فحشا، به گسترش اعتیاد، به مظلومیت ایران در صحنه جهانی. به چند کشور میتواند ایرانی برود با پاسپورت خودش با وارد این کشور بشه؟ باز هم من و شما آقای علی منادی نیازی به رجوع به کتاب تاریخ نداریم. این پاسپورت رو مقایسه کنید به پاسپورت پیش از انقلاب که نظام شاهنشاهی، من به ویژه به استبداد در نظام شاهنشاهی بسیار انتقاد دارم، اما اینجا ما برای کار تحلیل آمده ایم نه برای کار سیاسی. خب این همه اعتراضاتی که وجود داره، این همه وضع ناگواری که وجود داره، واقعا جای شگفتی است و جای تعجب است که مردم شکیبایی میکنن و در رأی هم شرکت میکنن برخشون. خب این پذیرفتنی نیست که کسی بگوید من از بیکاری، از گسترش خط فقر، از بدتر شدن اوضاع زندگیم، از مجبور شدن اینکه ارگانهای بدنم رو باید بفروشم ناراضیم و باز میرم رأی میدم. به ویژه اینکه اگر مردم رأی ندن، من اینو به طور روشن عرض میکنم، اگر مردم رأی ندن کمکی است به اپوزیسیون برای اینکه از نیروهای خارجی بخواهد که پشتیبان چشم و گوش بسته نظام ولایی نباشند. برحال من امروز شاهدم که شما مانند آقای حسن شریعت مداری و چند تن دیگه بسیار فعال شدید در ارتباط با آینده ایران پس از گذشت 41 سال از انقلاب. واقعا خصوصیاتی داشته که جهان در حیرت چگونه برای ملت ایران یک چنین واقعی رخ داده و هنوز گریبان ملت رو گرفته. مسائلی که اخیرا پیش میاد، میبینید که سپاه با تمام قدرت خود رو حاکم کرد بر اوضاع کشور، همونطور که دیدید در درگیری‌های خودش با کشور انگلیس مثلا یا کشتی‌ها. بله، شما در این موقعیت تاریخی چه کمکی میتونید بکنید از خارج از کشور؟ ببینید باز هم بسیار سپاسگزارم از این پرسشی که میکنید. برای اینکه یک خرافه ای رو جمهوری اسلامی گسترش داده است که اینهایی که خارج از کشور نشستند هیچ کارند، هیچ میگویند، و خب این باعث شده است که برخی از هممیهنان هم فریب بخورن و این حرفا رو تکرار کنند. نخست بگویم که خارج از کشور امروز با این جمعیتی که دارد، یعنی آماری که خود نظام میدهد، 1 نفر از هر 10 نفر 11 نفر ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند و اینها برای تعطیلات نیومدن. اینها یا زیر فشار اومدن، یا زیر فشار اقتصادی، یا زیر فشار سیاسی اجتماعی، و زندگی ایرانی خودشون رو اینجا ادامه دادن دارن میدن. یعنی ویژگی این عصر جهان روایی و به ویژه پیامد استبداد نظام ولایی این شده است که بخشی از ایران امروز خارج از جغرافیای سیاسی ایران باشه، این خارج از کشور. این نکته یک. نکته دوم این که بسیاری از اتفاقات بزرگی که در ایران صورت میگیره، اینو من چون خودم جزو اپوزیسیون خارج از کشور هستم اینو میگم، ولی هیچ قصدی جز عرض گزارش ندارم. بسیاری از اتفاقات بزرگی که در ایران صورت میگیره آغازش یا وزنه مهمش دست کم خارج از کشور بوده. خود در نظر بگیرید آقای لیمونادی، بحث برابری حقوق زن و مرد و حقوق اقلیت‌ها و حقوق شهروندی اولین بار کجا مطرح شد؟ انتقاد به استبداد مذهبی نخستین بار کجا آغاز شد؟ انتقاد به سیاست اتمی جمهوری اسلامی نخستین بار در کجا مطرح شد؟ افشاگری ها در مورد قتل های زنجیری
افشاگری در مورد دزدی‌ها، افشاگری در مورد فشارهای بسیار زیادی که به زندگی خصوصی مردم میرفت اولین بار کجا مطرح شد. بسیاری از این چیزهایی که امروز تا اندازه زیر فشار جمهوری اسلامی میپذیرد مثل موسیقی پاپ در کجا نگهداری شد تا دوباره به کشور منتقل شد. اینو میگویم بگم که نکته دومی که میخوام عرض بکنم این است که وزنه ایرانیان برون مرز برای تاثیرگذاری در زندگی ما بی تاثیر نبوده است. تاریخ نشون میده. اینو من نمیگم. نکته سومم امیدوارم کامل بکنه پاسخ منو به پرسش شما این است که حالا در این مرحله از مبارزه من بین درون مرز و برون مرز فرق زیادی نمیبینم. یک کشور است که باید آزاد بشود و ایرانیای تبعیدی، ایرانیای برون مرز همان کشور را میخوان آزاد بکنن که ایرانیای درون مرز. از همین روز که مثلا یک گروهی که اکثر گروه ها الان اینطوری هن ولی من به ویژه فکر میکنم به گروه شورای مدیریت دوران گذار که همین الان این شورای این نیروی سیاسی متشکل از بسیاری از نیروهای درون و برون از نظامه. بله جای خیلی خوشبینی نیست. خواستم خدمتتون رو عرض کنم که طی این چند سال آخر پس از گذشت دهه اول پس از انقلاب نگاه مردم داخل کشور به خارج از کشور کاملا تغییر پیدا کرده. یعنی ما شاهد این هستیم که هممیهنان داخل کشور چشم دارن به ایرانیان خارج از کشور. بگذاریم که همه موفق هم هستن چه از نظر اقتصادی چه از نظر علمی، خودتون شاهد هستید. این جای امیدواری داره، درسته؟ بدون شک، بدون شک. ببینید، میدونید برخی از برآوردها نشان میدهد که بسیاری از برنامه رسانه های فارسی زبان برون مرز بیشتر بیننده داره در درون کشور تا اون رسانه هایی که در درون کشور مطرح میشه. و اونجایی هم که یک برنامه محبوبیت پیدا میکنه و برنامه های بسیار انتقادی است و با هنرپیشگان و کارگردانانی که احتمالاً زیر فشار هستند در این مورد. من بسیار خوشبینم وقتی که در حد بسیار مختصر و حقیرانه خودم عرض میکنم تعداد تماس هایی که بر روی تمام رسانه های اجتماعی گرفته میشه، صحبت هایی رو که میخوان در رسانه ها بشه، پرسش هایی رو که میکنن، امیدواری هایی که میگیرن، اعلام آمادگی هایی که میکنن، همه این هاست که اگر مرزی وجود دارد برای حاکمان جمهوری اسلامی است، برای مردم این مرزها هرچه بیشتر برداشته میشود. آقای اسدی، آخرین سوال من در ارتباط با این امضای 14 تن هموطنان داخل کشور ما که شجاعانه و باهوشانه خواستار دگرگونی ولایت فقیه شدند، نظر شما در این مورد چیست؟ من افتخار اینو داشتم که با برخی از این دوستان مباحثه داشته باشم بر روی همین رسانه‌های فارسی زبان برون مرز. نیز افتخار اینو داشتم که در چندین دادخواستی که داده ایم امضا بگذارم و پشتیبانی بکنم از این مسئله. در همون مباحثه‌ای که داشتم این نکته رو به روشنی گفتم. فکر می‌کنم مباحثه‌ای که در اونجا داشتیم به نکته مهمی رسیدیم. این نکته رو در اونجا گفتم که من خودم رو همراه و پشتیبان این گروه 14 نفره می‌بینم، ولی خب من از جمهوری اسلامی دیگر چیزی نمی‌خوام. نه استعفا میخواهم نه غیر استعفا میخواهم. باید از این نظام عبور کرد. تنها جایی که ممکن است من با برخی از پایوران نظام گفتگویی داشته باشم مذاکره بر سر گذار از جمهوری اسلامی است. خب این نامه هنوز نامه به مقام معظم رهبری است و از اون میخواهد که استعفا بدهد. باید در نظر گرفت که ایشون مستعفی است در محکمه و در آستانه حضور مردم. این رو باید دونست. اما به یک نکته من متوجه شدم در اون مباحثه‌ای که داشتم با یکی از این عزیزان. امیدوارم این حرفی که میزنم باعث دشواری بیشتر این عزیزان در ایران نشود که خب حتما خواهد شد.
ولی ما به این مرحله از مبارزه رسیدیم. اینا معتقد به گذار از جمهوری اسلامی هستند، روشن است. فکر میکنم مامورین سازمان اطلاعات منتظر این حرف من نیستن که این رو پی برده باشن در اون اعلامیه‌ای که دادن. پس چرا این رو روشن نمیگن؟ نکته قابل تأمل است که در همون مباحثه به نظر من رسید، پرسیدم آیا این رو درست میفهمم، تایید فرمودند. بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. ببینید خواهان گذار هستن با. اما از این هراس دارند که این گذار شکل انقلابی پیدا بکند و انقلاب بسیار خاطره بدی است در ذهن مردم ایران و ممکن است مصیبت های اون به احتمال زیاد بیشتر از فایده های اون باشه، چنان که بود. و گذشته از این، واژه انقلاب و خشونت و برانداختن مردم رو میترسونه و اونها رو از پشتیبانی این جریان ها وامی داره. بله، و من در اونجا توضیح دادم که در گفتگوی دیگری با خود شما این رو عرض کردم که گذار از جمهوری اسلامی نیاز به کوچکترین خشونتی نداره، چنان که تجربه های دیگر کشورها نشان میدهد. یعنی ما نیازی به انقلاب و برانداختن و سرنگونی و خشونت نداریم. حتی به طور روشنتر بگویم، خشونتی که هر روز از سوی جمهوری اسلامی به شهروندان میشود بیشتر از اون خشونتی است که دوران گذار نیاز دارد برای گذر کردن از نظام ولایی به یک نظام دموکراتیک. این است که در اون هنوزم من دارم فکر میکنم و پاسخی پیدا نکردم برای خودم از شنوندگان عزیزم بعد از این گزارشی رو که دادم، میخوام در این مورد کمک کنن، از خودتونم میخوام کمک کنم. ما باید یک واژه شعارگونه ای رو پیدا کنیم که برای مردم روشن باشد که بدون خشونت باید از جمهوری اسلامی گذر کرد. آنچرا که مردم را میترسند، علارغم این که بسیاری خواهان گذر از جمهوری اسلامی هستند، میترسند که این اگر به شکل براندازی و انقلاب و خشونت باشه، زیانهای اون بیشتر از سود اون باشه. اشتباه هم به احتمال زیاد نمی کنن. ولی میخوام این اطمینان رو بدم و امیدوارم اگر تا امروز موفق نشدیم، واژه و کلامی پیدا بکنیم که این برای مردم روشن‌تر باشد. در همین زمین است که از شما و بینندگان عزیز کمک می‌خوام. آنچه را که اپوزیسیون می‌خواهد خشونت پرهیز است، بدون کوچکترین دعوایی است که باید بین ایرانیان صورت بگیرد، اما به طور روشن باید دانست که هیچ راه حل دیگری برای سربلندی ایران در درون نظام ولایی ممکن نیست و باید از آن گذر کرد. آقای اسدی، شما شناخت خوبی از رژیم تهران دارید، رژیم جمهوری اسلامی، رژیم کنونی ایران و چگونه با خشونت تا امروز طی 41 دو سال گذشته همیشه کار خودش رو پیش برده، فعالیت‌های خودش رو، چه امنیتی چه غیر امنیتی، با کشتاری که در خارج از کشور داشته، یعنی کشتار مخالفین در داخل کشور، خفقان 100%. بفرمایید که آقای اسدی، شما در ناصیه جمهوری اسلامی می‌بینید حکمرانانش تن در بدن به یک گذر ساده بدون، یعنی صلح‌جویانه بدون هیچ نوع خشونتی؟ بله و نه. نه خیر نمی‌بینم، فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از سران جمهوری اسلامی خواب نما شوند و بگویند بهتر است از این نظام گذر بکنیم. هیچ دیکتاتوری در جهان چنین نکرده است که ما گذر که وضع بد است، یعنی دیکتاتوری ما هم دیگه فایده ای نداره. خب یه وقتی هست ممکنه یه دیکتاتوری مثلا پول نفت رو بر سر سفره مردم بگذاره. آقای احمدی نژاد زمانی تا اندازه تونست این کار رو بکنه. ممکنه ارزش هایی رو مطرح بکنه که مردم اون ارزش ها رو دوست داشته باشن. ببخشید برای من سوال پیش میاد، معتقدی که آقای احمدی نژاد این کار رو کرد، یعنی شعار پول نفت رو روی سفره مردم بردن رو اعلام کرد؟ ولی عملا که میدونید میلیاردها دلار در دوران حکومت ایشون توجه کردین
بی حساب همینطور؟ حتما همینجوره که میفرمایید. نه میگویم این پولی بود که بتونه تقسیم بکنه، البته که این حیف و میل شد و تورمی رو که ایجاد کرد در حقیقت قدرت خرید مردم از بین برد. یعنی اگر پولی به مردم میداد، مردم باید با اون پول هرچی رو که میخریدن گرونتر از گذشته بخرن. چه خوب شد اشاره کردی. نه خیر، منظور منم حتما همینه، ولی میخوام بگم امروز حتی اون پول نفتم نیست که هرجوری بخواد توزیع بکنه. دقیقاً منظور من این بود. بله، چه خوب شد اشاره کردید. خب چجوری یک حکومت میتونه حاکمیت خودشو نگه داره؟ یکی با پولی که بحثش رفت، یکی با فریفتن مردمه یا با قانع کردن مردمه. خب اونم نیست. یعنی اون زمانی که مردم تا اندازه دلداده امام راحل بودند، اون هم از میان رفته است، میمونه سرکوب. دو نکته عرض بکنم. گذار از جمهوری اسلامی بدون هزینه نخواهد بود. جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت که خودش به اختیار خودش بیاد این کارو بکنه. اما اگر زیر فشار صورت بگیره، جمهوری اسلامی میتواند جام زهر بخورد. هم صلح با عراق رو نمیخواستن و مجبور شدن بکنن، هم زمانی که اون فاجعه 11 سپتامبر در امریکا اتفاق افتاد، برای چند هفته کوچکترین اشاره‌ای به امریکا نکردند و دشنام ندادند. برجام رو امضا کردند در این مورد با شرایطی رو که پذیرفت. آقای ظریف همین چند روز پیش میگفت که میتونیم در این مورد صحبت بکنیم، در مورد شرط‌هایی که آقای ترامپ کرده است، به شرطی که تحریم‌ها کمتر بشود. میخوام بگم نظام جمهوری اسلامی مثل هر نظام دیگری زیر فشار که قرار بگیرد، نه همشون، جناحی از اونها مذاکره رو خواهند پذیرفت. چه ابزاری این میان وجود داره برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی؟ کم کم این اتفاقا صورت خواهد گرفت. سازماندهی کردن ناخرسندی مردم، تظاهرات، علنی کردن ناخرسندی، به هم پیوستن شبکه‌های مختلفی که وجود دارد، همه اینها به نوعی محاصره خواهد کرد جمهوری اسلامی رو و بسیاری از پایوران نظام مصلحت رو در این خواهند دید که گفتگو با اپوزیسیون رو تا وقتی دیر نشده است بپذیرند. در این مورد شرایط اقتصادی به مراتب بدتر از گذشته می شود هر روز. در این مورد یعنی جمهوری اسلامی در حقیقت می دانید تنها چیزی که امروز جمهوری اسلامی رو بر سر قدرت نگه داشته است این است که یک گزینه‌ای که مردم بشناسند و بدان اطمینان بکنند به طور گسترده وجود نداره، ولی این به شدت در حال تشکیل شدنه و این یک رهبر نخواهد بود. رهبرهای مختلفی خواهند بود که این رهبرهای مختلف با هم یکی نخواهند شد و نباید بشن و این دموکراتیک نیست، اما با یکدیگر هماهنگی و همخوانی‌هایی خواهند داشت. در ادامه صحبتی که داشتید بعد عرض کنم، به هر حال نقش 5-6 میلیون ایرانی در خارج از کشور اینطور که ما شاهدش هستیم نقش با اهمیتی خواهد بود، چون داخل کشور که فرصت اعتراض کمتر دارن، ولی ما در خارج از کشور یا افرادی مانند شما که قصد تغییر رژیم رو دارید، فکر میکنم از ابزار بیشتری در سطح بین المللی برخوردار هستید. فکر میکنم همه اینا یه سرعت بیشتری پیدا کرده، درسته؟ بدون شک. ببینید من باز برمیگردم. ببینید مسئله‌ای که بسیاری از مسئله هایی که امروز در ایران مطرح می شود نقش ایرانیان خارج از کشور رو چه به عنوان براه اندازنده این مسئله ها چه گستراننده اون نباید فراموش کرد. نگاه کنید به همین مسئله اتمی، بازم به اون اشاره می کنم. نگاه کنید به مسئله ظلمی که بر اقلیت های
ایرانی می رود، مثلا به هممیهنان بهایی می رود. درست. این وزنه بسیار بسیار زیادی داره و به خصوص بازتاب داره، بازخورد داره از ایران. این ارتباط ها با رسانه های اجتماعی واقعا بسیار قوی شده با هم دیگر. این است که بله من فکر میکنم، ببینید من اینطور مسئله رو میبینم، ایرانیان خارج از کشور در تعطیلات به سر نمیبرند، زیر فشار خارج از کشور شدن و خودشونو پاره ایران میدونن. در این حالت وقتی شما برای تعطیلات میاید کار خاصی نمیخواید بکنید، میخواید برگردید در اون مورد. یا کسی هم به طور کلی میگسلد از ایران و در خارج از کشور زندگی میکنه، اما بسیاری از ایران فعالیت روز و شبشون نشان میدهد که در ارتباط با ایرانن، چنانچه تلویزیون شما سالهاست این کار رو میکنند و مهمانان شما از جمله من که این افتخار رو داشتم برای فعالیت هایی که خارج از کشور میکنن. پس ایران امروز رو باید در یک گسترده دید که از چارچوب جغرافیایی خودش آغاز میشه تا به خارج از کشور میرسه. خب بسیاری از این، من شاید موردی نداشته باشه که بخوام نام ببرم، ولی بسیاری از این چهره هایی که مورد اقبال قرار میگیرن در ایران در خارج از کشور وجود دارن. درسته. نمیخوام بگویم اینها رهبران بلا منازعه خواهند شد، امیدوارم نشن، به نفع ایران نیست، ولی حتما جزو این مهستان رهبران خواهند بود، جزو این دسته انجمن رهبران خواهند، جزو رهبرانی خواهند بود که مردم اعتنایی به ایشان خواهند داشت و گوش شنوایی به ایشان خواهند داشت. امیدوارم یک رهبر هیچ وقت نباشد، رهبرهای مختلفن که با هم هماهنگی خواهند داشت. بنابراین اینطور که من شاهد هستم، امیدوارم سال آینده که خدمتتون میرسم خبرهای خیلی مشخص مثبتی در مقابل خودمون داشته باشیم. احساس شخص من اینه، پس از این صحبتی که با همکاران شما و دوستان دیگه داشتم، که امسال پس از گذشت 41 سال، 42 سال از انقلاب، تحولی رخ داده. نزدیکی ایرانیان خارج از کشور با داخل کشور بسیار گسترده شده و احساس من اینه که این تحول یگانه است. در گذشته هرگز نبوده، در دهمین سالگرد، در بیستمین سالگرد، در سیومین سالگرد نبوده. آیا شما می همچنین احساسی دارید؟ بدون تردید، بدون شک، بدون شک. یک، نگاه ها بسیار پخته تر شده است به یکدیگر، همکاری ها بسیار صمیمانه تر شده است به یکدیگر. حتی آنجایی که وحدت صورت نمی گیرد، احترام و پاسداشت یکدیگر بسیار زیادتر شده است. اگر قدیم بعضی وقتا رقابت ها به علت تنگ چشمی ها و شاید ندانم کاری ها چوب لای چرخ یکدیگر میگذاشتن، این از میان رفته است. دقیقاً به چشم نمیخوره. بله بله، این به این است که بسیار بسیار، و اون فاصله ای که قدیم، جدایی که قائل میشدن بین درون مرز و برون مرز، آن هم از میان رفته است. هرچه بیشتر این اتحادها نزدیکتر شده است، نگاه بکنید بسیاری از چهره های شناخته شده ایرانی که در برون مرز برآمده اند و اینان بسیار شناخته شده و صمیمی هستند برای مردم در درون مرز. این است که من بسیار بسیار خوشبین هستم و مطمئنم که سال دیگر، و البته امیدوارم افتخار حضور در برنامه‌تون رو زودتر از سال دیگر داشته باشم، یک به یک خبرهای دلگرم کننده خواهد آمد. من هم امیدوارم. به هر حال بسیار سپاسگزارم از وقتی که من دادید. درود بر شما، سپاسگزارم از فرصتی که من دادید. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.